خواهرزاده فیروز نادری از پیشکسوتان جامعه علمی ایران و جهان جمعه شب در پیامی کوتاه در اینستاگرام نوشت: امشب دنیا بزرگمردی بی جایگزین را از دست داد. فیروز نادری ماه گذشته بر اثر افت ناگهانی ضربان قلب و برخورد سر به دیوار دچار آسیب دیدگی نخاع شد و پیش از مرگ در بیمارستانی در آمریکا دوران نقاهت عمل جراحی را می‌گذراند. آقای نادری هنگام مرگ 77 سال داشت، با بیش از 3 دهه فعالیت در ناسا و خدماتی با ارزش از جمله فعالیت بر روی 2 پروژه کاوشگرهای مریخ نورد روح و فرصت را در کارنامه خود داشت و اطلاعات زیادی هم در مورد شرایط سیاره زمین گردآوری کرد. آقای نادری زاده فروردین 1325 شمسی در شهر شیراز بود و پس از پایان دوران دبیرستان برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کرد. او پس از دریافت مدرک کارشناسی و دکترای خود از دانشگاه های آمریکا به امید خدمت به وطن در سالهای پرتلاطم پس از انقلاب به ایران بازگشت. اما پس از مدتی کوتاه خدمت به عنوان مدیر فنی یکی از برنامه‌های سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران آنجا را برای همیشه ترک کرد. یک آقایی بود به اسم آقای قطب‌زاده که همراه و همرکاب آقای خمینی بود، باهاش اومده بود ایران. این شد مسئول رادیو تلویزیون ایران. من رفتم دفترش، شروع کردم، گفت که درباره پروژه بگم. یه 20 دقیقه صحبت کردم، اینم پیپ می‌کشید و هیچ سوالی نمی‌کرد از من. گفتم که خب تا اینجا سوالی دارین شما؟ برگشت گفت که بله. خب چقدر دزدیدین؟ من جا خوردم، اصلا بودش بحث فنی می‌کردیم. من اومدم بیرون گفتم که اینجا دیگه جای ما نیست. آقای نادری که کنجکاوی و یادگیری مدام را راهگشای پیشرفت علمی خود می‌دانست، در دهه اخیر به ویژه پس از بازنشستگی در زمینه مسائل سیاسی و مدنی ایران فعالیت بیشتری داشت و از چهره‌های مورد توجه افکار عمومی ایرانیان از جمله کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بود. فیروز نادری در دوران اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی همراه با جامعه بین‌المللی خواستار آزادی فعالان مدنی از زندان‌های جمهوری اسلامی شد و در واکنش به قتل کیان پیرفلک به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از او به عنوان دانشمند و مخترع آینده ایران یاد کرده بود. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا.